بینندگان عزیز تلویزیون کماله، درود بر شما. باز هم در خدمتون هستیم در برنامه دیگری از برنامه گفت و شنود. امروز روز پنجشنبه سوم شهریور ماه 1390 شمسی برابر با 25 ماه اوت 2011 میلادی. این برنامه را امشب دوبار میبینید و در تکرار برنامه امشب کشورهای کانادا و آمریکا موفق خواهند شد ببینند، چون اونجا دیر وقت‌تر به هر حال روز تموم میشه و فردا صبح هم بازم روز جمعه تکرار خواهد شد. با توجه به مسئله ای که اخیراً در کشورهای شمال آفریقا روی داد و دیروز روز چهارشنبه به کمک نیروهای ناتو و بمب‌افکن‌ها و هواپیماهای جنگنده‌شون که به کمک مردم لیبی رفتن، حکومت قذافی سقوط کرد و در جریان مسائل هستید، برنامه امروز رو و تمام وقت برنامه رو به جز مقدمه در ابتدا به رویدادهای اخیر لیبی و تأثیرات اون بر سایر کشورهای منطقه اختصاص دادیم. در برنامه امشب مهمان عزیزی داریم، رفیق نصرت تیمورزاده، که جزئیات وضعیت رو به استحضار شما میرسونن و در گفتگوی تلفنی با ایشون از جوانب این قضیه و تأثیراتی که روی منطقه این سرنگونی دیکتاتور داشته ما رو بیشتر مطلع خواهند کرد. امروز همونطور که عرض کردم روز سوم شهریور و سالگرد جان باختن 9 رفیق کمونیست ما هست در شهر مریوان. در سال 58 جمهوری اسلامی بعد از حمله به کردستان قتل عامی را از فعالین کمونیست و رادیکال شروع کرد و در سقز، سنندج، پاوه، مریوان و بسیاری جاهای دیگر در منطقه کردستان اقدامهایی را انجام داد که توسط خلخالی در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی توسط این جلاد که چند دقیقه هم حتی دادگاهش طول نکشید انجام شد. رفقایی که در روز سوم شهریور سال 1358 اعدام شدند، رفقا حسین پیرخزری عضو کمله که معلم بودند، رفیق احمد پیرخزری که کارمند بیمارستان و برادر رفیق حسین بودند، رفقا امین و حسین مصطفی سلطانی که هر دو معلم بودند و برادر بودند، رفیق جلال نسیمی که معلم بود و فایق عزیزی عضو شورای شهر مریوان، مغازه‌دار، علی داستان که پیشمرگ اتحادیه میهنی بود و همراه با کمله در شهر مریوان فعالیت میکرد، رفیق بهمن خزری که پزشک و فیلمبردار بود که کرد نبود ولی در کردستان با رفقای کمله کار میکرد، و رفیق احمد قادری اهل روستای درتفه. یاد این عزیزان و یاد همه جان باختگانی که از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی تا به امروز به دست جلادها و قاتلین این رژیم اعدام شدن و جان باختن، گرامی باد و بار دیگر ما یاد اونها رو با ادامه راهشون گرامی می‌داریم. از زندانیان سیاسی بگیم، رفیق پروین نودینیان هم که یکی از معلمین و زنان فعال کردستان بود متاسفانه در هفته گذشته جان باخت. این خبرها که در سایت‌های ما هم دیده میشه میگه که روز 19 ماه اوت ساعت 9:30 صبح رفیق پروین نودینیان در بیمارستانی در شهر هانوفر درگذشت. رفیق پروین جزو اولین زنان مبارز کردستان بود و در شهر سنندج معلم بودند. در ایجاد تشکل معلمین سنندج، در ایجاد جمعیت زنان سنندج جزو بنیانگذاران این نهاد بودن و از پیشمرگان کمله بود. از سال 1357 رفیق پروین نودینیان که از خانواده سیاسی بود، فعالیت سیاسی خودش رو با ارتباط گرفتن و با تشکیلات سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران که اسم مخففش کمله هست شروع کرد و ایشون به عضویت این سازمان در اومدن و در فعالیت هایی که به سازمان دادن زنان سنندج مربوط می شد و همینطور معلمین نقش بزرگی ایفا کردند. سال 1360 کمال تصمیم گرفت که ایشان رو همراه همسرشون به تهران بفرسته.
و اونجا فعالیت مخفی انجام بدن و همسرشون سعید یزدیان بود که همونطور که در جریان هستی توسط جمهوری اسلامی سال 61 روز 22 آبان دستگیر شدن و رفیق سعید یزدیان اعدام شد. پروین رو به شدت شکنجه کردند و ایشون در اثر این شکنجه ها به بیماری اسکلرودرمی در زندان مبتلا شدن و بعد از آزاد کردن ایشون چون امکان معالجش نبود در تهران و در زندان ایشون به معالجه پرداختن. حدود 8 سال در ایران مشغول بودن ولی تأثیری نداشت. حکم 16 سال زندان داشتن و بالاخره به کمک برادراشون به خارج کشور اومدن و از سال 2004 به کشور آلمان و در شهر هانوفر مستقر شدند که مشغول ادامه معالجاتشون بودن، ولی به شدت بیماریشون پیشرفت کرده بود و متاسفانه روز 19 ماه اوت در شرایطی که قرار بود قلبش عمل بکنن جان باخت. از طرف خانواده ایشون اطلاعی برای خاکسپاری ایشون در سایت ها هست که در سایت کمال و حزب هم چاپ شده و در این اطلاعی اومده که مراسم خاکسپاری پیکر و بزرگداشت یاد و خاطره ماندگار رفیق پروین نودینیان روز شنبه 27 آگوست از ساعت 9:30 صبح در شهر هانوفر آلمان برگزار خواهد شد. برای رفقا و عزیزانی که در این مراسم میخوان شرکت بکنند این اطلاعیه رو ما خوندیم و امیدواریم که رفقا بتونن در این مراسم شرکت بکنن اگه براشون امکان داره. و از طرف خودم همه رفقای صفوف کمال و حزب کمونیست ایران به خانواده پروین عزیز، به برادراشون و همه اعضای خانوادهشون و به همه همرزمانشون، به همه رفقای حزبی تسلیت میگم. باز هم ایشون راهشون رو برای ما گذاشتن و جوانان زیادی هستن که با ادامه این راه تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی از پای نخواهند نشست. فرحال همه ما رفتنی هستیم، ولی مهم این هست که انسان چه اسمی از خودش به جا میگذاره و زندگیشو صرف چی میکنه. بله، الان در رابطه با بحث اصلی امشب وارد بحث میشیم و ما در فواصل برنامه در مورد وضعیت لیبی، شرایط استراتژیک و موقعیتی که لیبی قرار داره توضیحات بیشتری خواهیم داشت و در ابتدا از رفیق نصرت تیموریان دعوت میکنیم که ضمن سلام به ایشون و تشکر از اینکه دعوت ما رو برای این برنامه قبول کردن ازشون خواهش میکنم که در رابطه با سقوط دیکتاتور لیبی قذافی آخرین خبرها چی هست و آخرین رویدادها در چه وضعیتی هست. با درود به شما رفیق نصرت، الان شما سر خط هستید، بفرمایید آخرین خبرها و رویدادهای لیبی در چه شرایطی هست؟ من هم سلام دارم خدمت بینندگان تلویزیون کومازه. پهان هنوز آخرین کلام در رابطه با لیبی گفته نشده. جنگ ادامه داره، روشن قذافی در واقع آخرین ساعتهاش ببخشید رفیق نصرت تیمورزاده، صدای تلویزیون یا کامپیوتر شما رو ما میشنویم، اگه لطف بکنید صداشو ببندید که ما بتونیم از صدای شما استفاده بکنیم. الان میاد صدا؟ بله صدای شما میاد، ولی صدای کامپیوتر یا تلویزیون هم میاد. الان نداشت بیاد. الان بهتره، الان بهتره. ببینید در واقع هنوز آخرین کلام در مورد لیبی گفته نشده. رژیم قذافی در واقع تمام قدرت رو از دست داده، کاملا درسته، منتها هنوز آخرین نفسهاش رو به زبان داره میکشه. تکیگاهش دیگه نه تنها مردم نیستن، بلکه بسیاری از قبایل که به شکلی تکیگاه قذافی بودن، اونم از طریق سهمی که از نفت میگرفتن، اون هم در واقع قذافی رو تنها گذاشتن. اون چی که باقی مونده گارد ویژه است که همچنان اونجا حضور داره و در واقع تقلیه های بی خودیست که در آخری رفته انجام میدن. بنابراین شاید مثلا یک یا دو روز یا شاید هم چند ساعت باشه، در هر لحظه میتونه این ماجرا اتفاق بیفته، کافی دست قذافی دستگیر بشه و آخرین مقاومت ها در هم شکسته بشه. ولی اون که به حال
مهم این که آن چیزی رو که در مجموعه مدیا، چه مدیای غرب چه مدیایی که فارسی زبان بودن، گفته میشد، از یه اصطلاحی اسمی بردن و اونم این بهار انقلاب در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه. به هر حال این بهار به لیبی هم رسید با کمی تأخیر، ولی بسیار خونالود. در واقع تفاوتش هم با مصر و تونس این بود که خونالود بود بهار لیبی و اونجا خیلی سریع به شکلی رژیم بن علی و یا مبارک سقوط کردن، ولی اینجا در واقع نبرد بسیار طولانی تر شده. ولی به هر حال سقوط خود قذافی یا سقوط رژیم قذافی، که در واقع میتونیم بگیم سقوط رژیم قذافی به وقوع پیوسته، خودش امر بسیار خوبی است. ما به عنوان مبارزین ایرانی، به عنوان نیروهای کمونیست ایرانی، هر تغییر و تحولات که توی منطقه به وجود بیاد و مردم درش شرکت کرده باشن ازش خرسند میشیم، برای اینکه استنتاجات بلاواسطه و نتایج بلاواسطه تو اوضاع منطقه خواهد داشت. به خصوص پیروزی مردم توی لیبی یه امر مهمی از این زاویه که میدونیم آن چیزی رو که تحت عنوان انقلاب یا آغاز انقلاب، به باور ما آغاز انقلاب، توی کشورهای مصر و یا تونس و یا یمن و سایر کشورها روبرو بودیم، بعد از قربانی کردن بخشی از بورژوازی توسط بورژوازی، بخشهای دیگه از بورژوازی متوقف شده بود. هرچند که اینجا اونجا هنوز مسئله کی بر کی که توی مصر و توی تونس حل نشده، ولی به هر حال ما با توقف آغاز انقلاب در واقع توی این کشورها روبرو بودیم. خود این وضعیت که الان توی لیبی به وجود اومده میتونه یه نیروی محرکه جدیدی بده برای اینکه انقلابی که توی این کشورها آغاز شده تعمیق پیدا بکنه. ما به خصوص، من و تو ادبیات حزب ما به خصوص از آغاز یک انقلاب صحبت میکنیم و نه از یک انقلاب، اونم درست از این زاویه که سرنوشت این انقلاب هنوز روشن نیست، کی بر کی هنوز تو این جامعه حل نشده. همینقدر که نیروهای مرتجع، بخشهایی از بورژوازی کوشش میکنن معماری کنن این انقلاب رو، همینقدر مهم مردم چقدر توی صحنه حضور پیدا خواهند کرد و از جانب خودشون این انقلاب رو معماری بکنن. بنابراین درست از این زاویه است که ما آگاهانه از آغاز انقلاب صحبت میکنیم و میدونیم انقلاب یه پروسه بسیار طولانی است که در جریانش به هر حال سرنوشت نهاییش تعیین خواهد شد. منتها از این که بگذاریم، اون چیزی که تصاویری رو که ما در لیبی میبینیم، چه تصاویری که ابتدا در شهر بنغازی دیدیم و چه تصاویری که توی این چند روزه اخیر توی لیبی میبینیم، تصاویر آشنایی هستن. اون چیزی که 6 ماه پیش در بنغازی دیدیم در واقع تصاویری است که وقتی انقلاب میخواد نطفه ببنده، مردم میان توی خیابون شورش میکنن، مطالبات دارن. در بنغازی مردم خودشون رو مسلح کردن، تا حدود زیادی قدرت دولتی از صحنه خارج شد، مردم به نسبه در واقع ارتش توده خودشون رو در بنغازی به وجود آوردن و رهبری این ارتش توده هم خودشون داشتن. این آن چیزیست که بسیار شبیه با اون چیزیست که ما در اوایل انقلاب توی ایران دیدیم، و یا صحنه های 2-3 روز اخیر که مردم حمله کردن، بسیاری از پادگان ها رو گرفتن، تلویزیون رو گرفتن. برای ما ایرانی ها به خصوص تصاویر بسیار آشنایی هستن از اون روزها. روشنه که تفاوت هاشو نمیتونیم نادیده بگیریم. اونم این تفاوت ها در واقع اینه که توی لیبی آنچه که به وقوع میپیونده، در واقع توی این پروسه چند ماه گذشته، آن چیزی که مردم آغاز کردن در ابتدا، بعدها سیاستمداران حرفه‌ای، کارگزاران امپریالیست، بخشهایی از بورژوازی خود این کشور در واقع وارد این صحنه شدن و اینا کوشش میکنن در واقع این نبردی رو که توی لیبی آغاز شده به این شکل سازمان بدن. ما در واقع بعدش میبینیم بلا فاصله آن چیزی که به نام دولت انتقالی توی لیبی تشکیل میدن، به اولین پیامشون پیام به امپریالیست هاست که به ما کمک کنید.
این اون تفاوتی است که در رابطه با ایران موجوده در واقع. و این پیشروی مبارزات مردم تو لیبی در واقع بخش بزرگش با تکیه به حضور نیروهای امپریالیستی چه از طریق هوایی، الان هم که به هر حال اسنادش حتما مطلع هستین، رو شده که بسیاری از کشورها خودشون فارغ از چارچوب قطعنامه سازمان ملل نیروهای زمینی داشتن که کمک میکردن به شورشیان لیبی. بنابراین یک چیز روشن بود توی لیبی و یا همچنان روینه که مردم روی یک امر متحد شدن، اونم سرنگونی قذافی است. این نقطه اتصال تمام نیروهایی است که منافع گوناگون و بسیار متضاد تن با هم دیگه دارن، منتها سر یک چیز با هم متحد شدن، اونم سرنگون کردن قذافی است. این هم نکات مثبت داره هم نکات منفی. نکات مثبتش اینه که به هر حال تمرکز نیرو به وجود بیاد. نکات منفیش اینه کسانی که تا دیروز در کنار قذافی بودن، معاون سازمان امنیت قذافی، وزیر دادگستری قذافی، بسیاری از سیاستمداران حرفه‌ای، بسیاری از کارگزاران امپریالیست وارد این جبهه شدن، اینا اون نکات ضعف و نکات منفی است که توی اوضاع می‌بینیم. بنابراین الان هم که به این مرحله در واقع رسیدیم که ساعت‌های آخر عمر قذافی است، ما با همین تصاویر روبرو هستیم. یعنی یه طرف مردمی که مسلح هستن توی خیابون حضور دارن و یه طرف نیروهای مختلف امپریالیستی که با منافع گوناگون شرکت دارن. من کوشش میکنم که به برخی از این منافع و به این به اصطلاح وضعیتی که نیروهای امپریالیستی به خصوص اونجا دارن معماری میکنن اشاره بکنم. در واقع به خصوص از چند روز گذشته تمام نیروهای در واقع نیروهای امپریالیستی تمام اهرم‌های خودشون رو به حرکت درآوردن. دبیرکل سازمان ملل برای هفته آینده جلسه فوق‌العاده دعوت کرده که توش نمایندگان بازار مشترک، نماینده امریکا، نماینده به اصطلاح کنفرانس کشورهای عرب و نماینده کنفرانس کشورهای افریقایی شرکت خواهند کرد تا در مورد سرنوشت لیبی با هم صحبت بکنند. امروز در ترکیه به دعوت خانم کلینتون گروه رابط با لیبی تشکیل جلسه میده تا در مورد باز هم وضعیت لیبی مشورت کنن با هم دیگه. دیروز همچنان که توی اخبار شنیدین، وزیر بازرگانی موقت دولت انتقالی به فرانسه رفت و با سارکوز مذاکرات وسیع انجام داد. در این حال بحث موجوده در درون نیروهای امپریالیستی که بالاخره این بازسازی رو چگونه باز پیش بره، ناتو رهبری این بازسازی رو عهده‌دار بشه یا به خصوص امریکا، انگلستان و فرانسه که نیروی اصلی نظامی حضور در لیبی رو تشکیل میدادن. بانک جهانی اعلام کرده که ما حاضریم برای بازسازی لیبی بودجه در اختیارشون بذاریم. یعنی مجموعه نیروهای امپریالیستی و تمام این اهرم‌ها حرکت کردن در اینکه آینده لیبی رو سازمان بدن. همه اینا یک چیز رو میخوان، اونم یک رژیم پروغربی در سوریه جایگزین قذافی بکنن که تمام ارکانهای این نظام، پلیسش، امنیتش، ساختار سیاسی این نظام حفظ بشه. این تمام کوششی است که اینها میکنن. بنابراین سوال اساسی که مطرحه، آیا مردمی که توی خیابون حضور دارن و مسلح شدن برخلاف تونس و مصر که همچین وضعیتی توی لیبی به وجود اومده، آیا این مردم مسلح اجازه خواهند داد که این نیروهای امپریالیستی و کارگزارانشون تحت عنوان همین دولت انتقالی میوه های این مبارزات رو، میوه های این انقلاب رو که آغاز کردن بچینن، یا مردم قادر خواهند شد مطالبات خودشون رو جایگزین بکنن؟ همه این ارتباط به توازن قوایی داره که توی جامعه حکم فرما خواهد شد. در واقع ما شرایطی به سر میبریم که طبقه کارگر لیبی و یا به هر حال احزاب کمونیست در شرایطی نیستن که طبقه کارگر به قدرت برسه توی این جامعه. بنابراین
جنگ در خیابان تعیین خواهد کرد که این نیروی به اصطلاح چپ توی جامعه یا به هر حال مطالبات بنیادی مردم که هیچ تفاوتی با مطالبات بنیادی توی مصر تونس نداره که همون نان و آزادی باشه، آیا قادر خواهند بود در جریان نبرد تو خیابون به این پاسخ بدن و انقلاب رو تعمیق بکنن، یا به همون وضعیتی دچار خواهند شد که الان ما در مصر و یا در تونس روبرو هستیم؟ میدونیم در اونجا هم مسئله تمام نشده، دو هفته پیش کارگران توی مصر تظاهرات کردن، تو همون اتفاقا تو همون میدان تحریر جمع شدن که انقلاب از اونجا آغاز شده. تشکر میکنم. من سوالم اینه الان که این وضعیت در تونس و مصر هم پیش اومد، مردم شورش کردن، به خیابون ریختن، مسئله نان و آزادی و جنبشی که این مردم داشتن و تفاوتی که الان لیبی داره با مصر، دخالت ناتو هست و کشورهای غربی، شورای موقتی که در خارج از لیبی تشکیل دادن، شما فکر میکنید اهمیت لیبی از چه نظر هست؟ چرا ناتو با هواپیماهای جنگندش به این شدت و در این فاصله کم اینقدر مقر باب العزیزه و منطقه ای که محل سکونت قذافی بود رو اینطوری کوبید؟ علت حساسیت و موقعیت استراتژیک هست یا وجود نفت هست یا نگرانی غرب هست از اینکه حکومت و به اصطلاح قدرت به دست خود مردم بیفته؟ کاملا درسته. در واقع بیش از همه منافع اقتصادیش. میدونیم که لیبی به علاوه نیجریه در واقع 90% نفت افریقا رو این دوتا کشور با هم دیگه دارن. کشورهای غربی نیاز به نفت لیبی و گاز لیبی بیش از همه چیز دارن. بی خودم نیست که اگه یادمون باشه دو سال پیش مثلا بلسکونی رئیس جمهور ایتالیا یک قرارداد دوستی با لیبی منعقد کرد که خسارات اول قرن گذشته رو بپردازن، که اون موقع ایتالیا به عنوان نیروی کلونیال در لیبی حاکم بود، این خسارات اون دوره رو بپردازن. منتها در ظاهر این بود که خسارات این دوره رو اون دوره رو میپردازن، منتها در عمل اینجوری بود که شرکت ایتالیایی بخش اعظم قرارداد استخراج نفت و گاز ایتالیا رو لیبی رو ببخشین از این طریق به دست آورد. یه نقطه اساسیش در واقع مهمش اینه در رابطه با لیبی. نقطه دوم در رابطه با لیبی مسئله این بود که میدونیم باز هم کشورهای غربی به خصوص ایتالیا قرارداد بسته بودن، چندین میلیارد در اختیار دولت قذافی قرار دادن برای اینکه جلوی مهاجرت افریقایی ها به قلعه اروپا رو سد بکنه، این نقشه هم داشت. الان هم تو بسیاری از اخبار میشنویم، امروز به خصوص وزیر امور خارجه ایتالیا مصاحبه میکرد، گفت دولت به اصطلاح انتقالی به ما قول داده که همچنان پابند آن قرارداد هست. آن قرارداد هم شامل جلوگیری از مهاجرت افریقایی ها به اروپا است، هم شامل قراردادهایی که سر نفت و گاز بستن. در این حال روشن دولت های امپریالیستی با توجه به شرایط مصر و لیبی این هم تجربه گرفتن. در این حال شدت استبداد و در واقع این فسادی که توی دستگاه لیبی بود که تنها بخشی از ایلات و قبائل از طریق نفت به اصطلاح تغذیه می شدن، بقیه چیزی گیرشون نمی اومد و به این عمق تضاد موجود در جامعه رو نشون می داد که خیلی سریع رفت به سمت مبارزه مسلحانه، حتی قبل از اینکه نیروهای ناتو شرکت کنند. و بنابراین نیروهای ناتو هیچ راهی نداشتن جز این که از وقتی شرکت میکنن به طور نظامی شرکت کنن، برای اینکه قذافی هم از همون لحظه اول شروع کرد به سرکوب نظامی. روشنه توی مصر این حالت رو نداشتیم، برای اینکه خیلی زود چه مبارک و یا چه در تونس بن علی خیلی زود به اصطلاح ترک کردن و نیروهای نظامی خیلی سریع جاشون رو عوض کردن، در واقع بخشی از بورژوازی رو قربانی کردن برای اینکه حفظ بکنن توی چیز. این تفاوتی است که با سایر کشورهای افریقایی داره. بله، من فکر میکنم از طرف دیگه هم کشورهای غربی خیلی نگران هستن که خود شورشیان قدرت رو به دست بگیرن و از کنترل اونها خارج بشه. یعنی این شورایی که پرو غرب هست و قدرت رو الان بهش دادن،
در واقع برای مهار جنبش‌های اجتماعی و شورش است. کاملا درسته. برای اینکه اتفاقا من اشاره هم کردم به اینکه مردم از ابتدا مسلح شدن توی لیبی و این فاکتور بزرگی بود که تفاوت داشت با تونس و مصر. وقتی مردم توی خیابون مسلحن، اینها رو ساده نمیشه بعدش خل سلاح کرد. ما تجربه ایران رو داریم که چقدر طول کشید تا علی‌رغم اینکه یه رژیمی در اومده بود که 90% مردم، بیش از 90% مردم هم موافقش بودن، با این همه چقدر نیاز به کوشش داشت برای اینکه این مردم رو خل سلاح بکنه. اینجا هم همین مشکل هست. نیروهای مردم که شورش کردن در بنغازی از همون لحظه اول مسلح شدن و بنابراین نیروهای غربی برای این که بتونن اینها رو به اصطلاح صد به وجود بیارن از طریق در واقع نظامی و روشنه که کوشش خواهند کرد. پیغام هایی هم که همین الان به اصطلاح رئیس دولت انتقالی میده، این که انتقام نگیرین، این که کاری به طرفداران قذافی نداشته باشین و اینها، همه زمین ساز اینه که بعدن مردم رو بتونن خل سلاح بکنن و به هر حال آینده این رو نشون خواهد. بله، برای مهار اونها. من دیروز از تلویزیون دیدم که یک نفر از افراد شورای انتقالی رو فرستاده بودن پیش سارکوزی که دو تا تقاضا داشت. یکیش این که مدرسه ها در اول سپتامبر را بیفته و بچه ها بتونن به مدرسه برن. دوم این که تلاش بکنن که حساب های مسدود شده اون همه پولی که قذافی از اموال ملت به خارج برده باز بشه که بتونن هزینه بیماران و کسانی که زخمی هستن و اینها رو به اصطلاح اون پولها رو در واقع در بیارن از حسابها و صرف بکنن. از طرف دیگه هم قرار نماینده پیش نخست وزیر ایتالیا برلوسکونی بفرستن. در این رابطه شما چه اطلاعاتی دارین؟ کاملا در واقع نماینده که دیروز با سرکوزی ملاقات کرد وزیر انتصابی بازرگانی لیبی است. در واقع این باسی مسئله بازسازی اقتصادی این کشوری که بعد از لیبی باز میمونه سازمان بده و روشن یکی از مسائلشون مسائل اقتصادی و از جمله پولهایی است که به اصطلاح ضبط شده. حداقل امریکا اعلام کرد که 1.2 میلیارد دلار از پولی رو که در اونجا ضبط کردن در اختیار شورای این شورای انتقالی ملی قرار خواهد داد. یعنی روشنه دارن این کوشش رو میکنن که از نظر مالی، من اشارم کردم که بانک جهانی هم اعلام آمادگی کرده، یعنی میخوان از طریق امکان دادن به پول، در این حال میدونن دیروز هم اعلام کردن که این حتی این کمک هایی که میشه زیاد مهم نیست، برای اینکه لیبی سریع میتونه اینها رو پس بده، برای اینکه پالایشگاهاش آسیب ندیده و سریع میتونه در واقع از طریق صدور نفت به این بپردازه. من فکر میکنم فارغ از این شاید ضرورت داشته باشه به یه مثلا اشاره کنیم. به هر حال موضع‌گیری های دولت ایران نسبت به این مسئله و موضع‌گیری هایی که توی منطقه داره انجام میگیره فکر میکنم خالی از فایده نباشه. مثلا چرا ایران از مبارزات مردم توی تونس، مصر و لیبی دفاع میکنه و از مبارزات مردم توی سوریه دفاع نمیکنه؟ بله، اتفاقا این سوال من هم بود. الان اگه برگردیم به وضعیت منطقه، همه منطقه در یک وضعیت است، ولی واکنش های ایران دوگانه هست. نسبت به لیبی طوری برخورد میکنه، به سوریه طوری دیگری. علتش بالاخره شاید برای خیلی روشن باشه، ولی از نظر شما علتش چی هست؟ ببین، در واقع در ارتباط با چیز با تونس، مصر، لیبی برای رژیم مهم بود که این دولت هایی که کاملا وابسته به غربن سقوط بکنن توی اونجا، برای اینکه زمینه به وجود میاد برای ایران که مدعی به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه. و درست از این زاویه هم هست که ایران و ترکیه بسیار تضاد دارن. حالا من اشاره خواهم کرد که چه تضادهایی حتی در رابطه با این کشورها میان ایران و ترکیه موجوده. در رابطه با سوریه به این شکل نیست. ایران سوریه تنها کشوری است که متحد ایران توی منطقه و در این حال ارتباطاتش با حزب الله لبنان و به هر حال این مثلث ایران، حزب الله لبنان و سوریه به عنوان یه مثلث که متحدان اونجا عمل میکنن نقش بازی میکنه. در این حال میدونیم توی سوریه اقلیت شیعه حکومت
حکومت میکنن، علارغم اینکه اکثریت جامعه سوریه در واقع سنی سلفی هستن، ولی یک اقلیت شیعه علوی در واقع اونجا حکومت میکنه. بنابراین درست از این زاویه است که ایران خواستار این نیست که سوریه سقوط بکنه. سر سقوط سوریه منتها یه دیگه منافع دارن، مثل ترکیه منافع ترکیه، اسرائیل، امریکا منافع مشترک دارن، در این حال منافع متضاد هم دارن. تا وقتی امریکایی‌ها و یا غرب یه آلترناتیوی برای رژیم اسد پیدا نکردن، نمیخوان سرنگون بشه. با توجه به هممرز بودنش با اسرائیل، مسئله بلندی های جولان، برای اینکه شما نگاه کنین همین هفته گذشته وقتی که اسرائیلیا خواستن نوار غزه رو بمباران کنن، در این حال 6 تا از ماموران مرزی مصر کشته شدن و این یه موج اعتراض وسیع توی جامعه مصر به وجود آورد که زمان مبارک اصلا امکان نداشت. علیرغم این که دولت اسرائیل مجبور شد عذرخواهی هم بکنه، ولی مردم توی خیابون پرچم‌های اسرائیل رو با آتش کشیدن. این خطر توی سوریه علیه اسرائیل بسیار بیشتره، بخصوص این که مسئله بلندی‌های جولان مطرحه. این منافعی که رژیم ایران داره و اگه سوریه سقوط بکنه، من فکر میکنم این شرایطی که لیبی الان به سر میبره و سقوط قذافی یه نقطه تحرکی حتما به سوریه هم خواهد داد. اگه سوریه هم سقوط بکنه، در واقع ایران تنها متحدش رو از دست خواهد داد. منتها در این میان ترکیه نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه. ترکیه و ایران هر دوتاشون کوشش میکنن به عنوان دوتا قدرت بزرگ منطقه هژمونی تو اینجا کسب بکنن و در واقع سیاست شدن بینه، چه در رابطه با کشورهای مسلمان نشین سابق شوروی، چه در رابطه با مسائل خاورمیانه. بی خود نیست بخشی از اپوزیسیون سوریه وقتی میخواد جلسه بذاره میره توی ترکیه میزه. یعنی ترکیه خواهان تضعیف سوریه است. در این حال ترکیه برخی شاید بگیم نزاع یا برخی اختلافات پایه‌ای هم با سوریه داره. یکی سر مسئله آبه، اختلافی که ترکیه با سوریه داره. می‌دونیم که وقتی که ترکیه سال 1990